آقای مرتضی لطفی، بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. لطفاً در ابتدای این مصاحبه کوتاه خودتون رو معرفی کنین. تا آنجا که میدانم شما یک دورانی در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران سردبیر بخش خبری رادیو ایران بودین. لطفاً بفرمایید. من مرتضی لطفی هستم. در سالهای 50 یعنی از 50 بعد در رادیو ایران به عنوان اول دبیر و بعد به عنوان سردبیر خبری و در جریان انقلاب سردبیر کل اخبار رادیو ایران بودم. البته قبلش معلم بودم و در دبیرستان تدریس می‌کردم و بعد از آموزش پرورش منتقل شدم به رادیو تلویزیون به طور تمام وقت، زمانی که آقای رضا قطبی مدیر عامل رادیو تلویزیون ملی ایران بودند. در میان صحبتاتون که در جلسه امروز ارائه فرمودین و بحث کردین در این مورد، یک زمان در مورد کردستان، سفرتون به کردستان و تهیه کردن یک گزارش از زبان کردی صحبت کردین که در این رابطه مورد انتقاد قرار گرفتین. میشه در این مورد بیشتر صحبت کنین؟ خدمتتون عرض کنم که در کردستان در دوران محمد رضا شاه فقید فعالیت‌های عمرانی بسیار وسیعی انجام گرفته بود و تمام تلاش حکومت این بود که همبستگی ملی رعایت بشه، اتحاد ملی مستحکم بشه و هیچ فرقی بین یک کرد یا یک آذربایجانی یا یک خوزستانی که خود منم خوزستانی هستم نباشه. به همین دلیل برنامه‌های به عنوان برنامه‌های هفته ما تهیه می‌کردیم که دوستانمون می‌رفتن اونجا رپورتاژ‌ها رو تهیه می‌کردن و در مورد زبان کردی، لهجه کردی و اینکه اینا ایرانی اصیل بودن و همیشه این کردهای ما در ایران حافظ تمامیت ارضی ایران بودن. بنابراین میتونم بگم که سربازای وطن، سربازای ایران در مرزهای کردستان بیش از جاهای دیگه در تلاش بودن برای حفظ تمامیت ایران. بله، ولی کردها اگر به عنوان نمونه از اونا بحث بکنیم همیشه مورد تبعیض قرار گرفتن، چه در حکومت شاهنشاهی و چه در سیستم جمهوری اسلامی ایران. دیدگاهتون در این رابطه چیه و مبارزات پیگیر مردم کرد برای دموکراسی در ایران و تحقق حقوق خودشون در چارچوب ایران گویای این حقیقته؟ بله، البته تبعیض در همه جا وجود داشته، فقط در کردستان نبوده، ولی توجه دولت تا اونجایی که من در جریان خبرها و فعالیت‌ها بودم، توجه دولت فوق‌العاده به مناطق مرزی مثل کردستان، مثل سیستان و بلوچستان زیاد بود و طرح‌های عمرانی وسیع اونجا انجام گرفته بود که همین عدم انعکاس این خبرها باعث شده بود که ما بتونیم بریم برنامه‌ای تهیه بکنیم از اونجا. و خب طبیعی است که هیچ ایرانی حاضر نیست برای هیچ قومیتی و هیچ ملیتی تبعیض قائل بشه. خب حکومت ها، حکومت جمهوری اسلامی که دیدیم که اصلا بالاترین سرکوب ها رو در کردستان انجام داده. تا چه جایی شما میتونستین اون واقعیتی که در کردستان وجود داشت یا اون اعتراضاتی که در کردستان وجود داشت به بحث و گفتگوی جدی بکشونین و آیا در این موارد سانسوری واقعا وجود داشت؟ چون مردم معتقدن که در چنین نظام هایی یا حتی در سیستم پادشاهی قبلی هم این تبعیض در رسانه ها صورت می گرفت و آن گونه که شاید و بایده در مورد مردم کردستان و تبعیضاتی که بر اونا روا داشته میشه یا ملیت های دیگه فرقی نمی کنه سانسور وجود داشت و تا اونجا شما به عنوان روزنامه نگاران می تونستین فعالیت کنین که در بازتولید هژمونی حکومت نقش داشته باشین. دیدگاهتون در این رابطه چیه؟ ببینید، من باید واقعیت رو بگم. واقعیت اینه که من موقعی که سردبیر اخبار صدای ایران بودم، سیاست های خبری مثل همه جای دنیا معمولا در جلسات ماهیانه یا دو هفته یک بار مطرح می شد و بر اساس اون سیاست ها خبرها داده می شود. اما سانسور به اون معنایی که بیان به یک بالا سر من بیسته بگه این خبر بده اون خبر نده، نه، نبود این چیزی. اینا فقط شایعات بود. یعنی میتونستین از خود شاه هم انتقاد بکنین؟ نه نه، اون که اصلا به طور کلی شاه یه جایگاه بود، یه جایگاهی داشت مثل همه جای دنیا. تو انگلستان هم نمیتونن شاه رو، ملکه رو چیز کنن. چرا میتونن اونجا از ملکه انتقاد بکنن یا خط و خطوط ملکه در واقع بیرون از دایره سیاسی؟ چیز تشریفاتی و فرمایشی. از 1320
تا 1332 که معمولا یه تاریخ یه مقطع تاریخی ایران هست، آزادترین کشور بودیم تو دنیا، به خاطر اینکه ما 150 خورده روزنامه فقط داشتیم. از پادشاه هم انتقاد میکردن و حتی روزنامه توفیق یادم هست که یک کاریکاتوری از روانشاد محمدرضا شاه کشیده بود که به عنوان یک پلیس راهنما و میگفت دستاش اینجوری علامت گرفته بود و میگفت از این ور قدغن از ورم قدغنه. بنابراین بوده از 1332 به بعد نه، به خاطر اینکه ولی اگر تا این اندازه آزادی و دموکراسی در سرزمین ما وجود داشت، چرا این انقلابات به وقوع می پیوست و چرا عموم مردم ناراضی بودن؟ یعنی احساس نمی کنید که واقعا یه استبداد سیاه وجود داشت؟ نه نه نه، به هیچ عنوان. ببینید، مردم ایران به هیچ وجه ناراضی نبودن. مردم ایران، پس چرا انقلاب صورت گرفت؟ انقلاب به خاطر دو توطئه داخلی و توطئه خارجی بود. حالا من بحث این رو بخوام بکنم شاید ساعتها طول بکشه، برای که من در بعضی از این جلسات بودم، حتی در جلسه سازمان برنامه بودجه که خود پادشاه فقیدم نشسته بودن بودم. مسائل نفتی بوده، مسائل کمپانی‌های نفتی بوده، اینا همه بوده و 27 نهاد و ارگان علیه شاه فعالیت میکردن. بنابراین نمیگم نقطه ضعف نداشت. شما معتقد نیستین که سیستم در واقع اشکالاتی داشت و پاسخگونه بود در رابطه با آزادی‌های اساسی مردم؟ نه نه، آزادی احزاب رو نداشتیم، بله، ولی آزادی فردی رو داشتیم، آزادی‌های اشتغال رو داشتیم، آزادی سکونت در هر محلی رو داشتیم. و میخوام بگم که به اون شکل، من نمیگم که یه دموکراسی واقعی بود مثل الان اروپا یا مثل آمریکا، نه، چنین چیزی نبود. متکردین اینم از سال 1332 پس از 28 مرداد ما پادشاه فقید ایران وقتی که با قیام مردم، که من خودم در خیابون اهواز بودم، از دم ریسندگی تا دم رودخانه کارون، مردم فریاد شعار میدن زنده باد شاه. به عنوان یه سلطنت طلب، به عنوان کسی که طرفدار بازگشت سیستم شاهنشاهی هستین، چقدر به تقسیم قدرت در ایران آینه معتقدین و چقدر در این رابطه اعتقاد دارین که بدون تقسیم ثروت و قدرت و شرکت دادن تمام ملیت‌های ایرانی در قدرت سیاسی نمیتونیم و نمیشود که یک ایرانی آزاد و دموکراتیک و قدرتمند ایجاد کرد؟ 100% این موضوع که میفرمایید درسته. ما بایستی مردم رو مشارکت بدیم در تمام فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی. ببینید، دموکراسی معناش حکومت مردم بر مردمه. من معتقد به یک حکومت پادشاهی پارلمانی هستم. یعنی چی؟ یعنی مثل سوئد، مثل نروژ، مثل بلژیک، مثل اسپانیا. یعنی پادشاه فقط به عنوان سمبل باشه و دولت رو مردم انتخاب بکنن. ولی شرایط اقتصادی و بافت اجتماعی و سیاسی در جامعه ما چنان است که چون این تحولی صورت بگیره؟ خب به تدریج باید انجام بگیره. برای یه تحولی است که در این دنیای امروز خانه‌خواب خیلی از کشورها رو در بر میگیره. آزادی که کادو نیست که بذارن توی استینی تحویل بدن، که آزادی و دموکراسی یه چیزی است که باید نهادینه بشه در تمام ارگان‌ها. و من چون یکی از خبرنگارایی بودم که نزدیک به پادشاه فقید بودم و مرتب در بعضی از سفرها همراهشون بودم، ایشون یکی از آرزوهاش ایجاد دموکراسی در ایران بود و میگفت ما چقدر خوبه که مثل فرانسه سندیکاهایی داشته باشیم و بعد از مدرسه و کودکستان این دموکراسی رو شروع کنیم و بیایم بالا. خب برای بافت اجتماعی اون روز زمان، اون موقع هنوز استعداد آمادگی دموکراسی رو نداشت. خیلی ها اعتقادشون بر اینه که تقسیم قدرت و ثروت در ایران آینده مصادف با تجزیه ایرانه. دیدگاهتون در این رابطه چیه؟ خیلی های دیگه میگن بدون تقسیم عادلانه قدرت و ثروت تجزیه صورت میگیره. شما با کدام یک از این دیدگاه ها موافق یا مخالفی؟ من با هیچ کدومشون موافق نیستم، به دلیلی که تجزیه زمانی در یک کشوری انجام میگیره که دو تا قدرت خیلی قوی در دنیا وجود داشته باشه، مثل سابق که اتحاد شوروی بود و بعد آمریکا بود. و اطلاع دارید که آذربایجان ما رو جدا کردن، سربازای روسیه آمدن و بعد اون حکومت دستنشانده آذربایجان رو. بنابراین من میتونم بگم که فقط و فقط با شرکت دادن مردم در امور سیاسی اقتصادی میتونیم عدالت رو در جامعه برقرار کنیم. و این عدالت شرطش اینه و یه قانون اساسی دموکراتیک که همه شهروندان برابر باشن. احسن، یعنی تمام شهروندان بدون هیچ امتیازی، کرد با آذربایجانی برابر باشه، با اونی هم که تو فارس، تو استان فارس برابر باشه، هم با هم برابر باشن، هیچ تبعیضی نباشه. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.